روزهای ناخوشایند برای رئیس جمهوری فرانسه. طی هفته های اخیر همزمان با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی فرانسه، محبوبیت فرانسوا اولاند نیز به 55% کاهش یافته است. با این حال آقای اولاند بران است تا خبر خوشی به معلمان و استادان بدهد. ایجاد 1000 پست در حوزه آموزش، نخستین گام از آنچه او در آغاز ریاست جمهوری وعده داده بود، یعنی ایجاد 60000 فرصت شغلی در این حوزه. فکر میکنم بازسازی مدرسه یکی از شرایط بهبود اوضاع کشور، بهره‌وری و امید به آینده است. بنابراین یک سرمایه‌گذاری برای تضمین انسجام اجتماعی و مقابله با بیکاری و البته امری اضطراری است. اولویت اما بیکاری است که برای نخستین بار طی 13 سال گذشته از مرز 3 میلیون نفر فراتر رفته است. به گفته ژان مارک رور، نخست وزیر فرانسه، آمارها نگران کننده است. با اضافه کردن آمار و ارقام کلان شهرها 3 میلیون نفر می شود و با وضعیت نگران کننده ای روبرویم. نمی خواهم نخست وزیری برای اعمال ریاضت های اقتصادی باشم، برای اینکه در اون صورت سیاستی که باید در پیش بگیریم احتمالاً از همان ابتدا با شکست روبرو می شود، در حالی که سیاست ما روشن است و باید حاشیه مانوری برای آن یافت. اما این حاشیه مانور در حال تنگ شدن است و فرانسوا اولاند برای فائق آمدن بر آن باید به اقدامات زیر دست بزند. کاهش کسری بودجه از 4.5 به 3% در سال 2013، صرف جویی 3 میلیارد یورو در بودجه سال آینده و پیش بینی 1.2% رشد برای سال 2013. اقتصاد فرانسه از حرکت ایستاده، در حالی که هر ساله نزدیک به 100000 جوان وارد بازار کار می شوند، شغل‌های زیادی حذف می شوند. برای مقابله با بیکاری شورای وزیران به تازگی طرح اشتغال آینده را تصویب کرده است. این طرح شامل قراردادهای استخدامی با بودجه دولتی برای جوانان فاقد مهارت هست. هدف ایجاد 100000 شغل در سال آینده و 50000 شغل در سال 2014 که در سال نخست نیازمند بیش از 500 میلیون یورو بودجه است. در حالی که کمی بیش از 100 روز از آغاز به کار رئیس جمهوری سوسیالیست می‌گذرد، سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری که مدافع او بودند دولت را به کمکاری متهم می‌کنند، حالان که طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی در حال افزایش است.